تنش دیپلماتیک در پی اعدام روح الله زم. اتحادیه اروپا و فرانسه به شدت اعتراض کردند. ایران سفیرانشان را احضار کرد. نشست گفتگوی اقتصادی ایران و اروپا به تعویق افتاد. از میهمانان برنامه میپرسیم که اروپا در فشار بر ایران چقدر جدی است و چه اهرم هایی دارد. همچنین در برنامه 60 دقیقه این جامعه ای که در واقع فرهنگ جنسیت زدگی داره زنان رو موجودات منفردی میکنه که هر کدوم تک افتادن. زندان، مجازات آگاهی بخشی درباره حقوق زنان ایران. دو نفر به حبس‌های سنگین محکوم شدند. دلیل برخورد قضایی و امنیتی با فعالان چیست؟ وعده های نو برای مقابله با تغییرات اقلیمی، حاصل همایش سازمان ملل چه بود؟ یه ذره ظاهرا ما حراس داریم از این اتفاق شب یلدا. نه، یه ذره حراس نداریم، خیلی حراس داریم. ببینید، شب یلدا میتواند قسمت قابل توجهی از زحمات یکی دو ماه اخیر رو خدشه‌دار و دچار مشکل کنه. و حراس از موج تازه کرونا و شب یلدای متفاوت در ایران. مسئولان میگویند شرایط ناپایدار است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اعدام روح الله زم، یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، جنجالی دیپلماتیک آفریده بین ایران و اروپا. در تازه‌ترین تحول، میزگرد اقتصادی سفرهای اروپایی در ایران که قرار بود فردا برگزار شود به تعویق افتاده. میزگردی مجازی با حضور سفرهای فرانسه، اتریش، آلمان و ایتالیا در برابر راه‌های گسترش رابطه تجاری با ایران. سحرگاه دیروز روح الله زم، مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، به دار آویخته شد. تعدادی از کشورها از جمله فرانسه و آلمان علاوه بر اینکه بیانیه‌ای در چارچوب اتحادیه اروپا صادر کردند، این اعدام را جداگانه هم محکوم کردند. در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت اعدام روح الله زم، وزارت امور خارجه ایران صبح امروز سفیر آلمان را فراخواند. آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. به سفیر آلمان در تهران گفته شده بیانیه اتحادیه اروپا دخالت در امور داخلی ایران بوده. بعد از آن هم سفیر فرانسه در تهران در اعتراض به بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام آقای زم به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. اتحادیه اروپا در بیانیه دیروز بر رعایت حقوق متهمان و خودداری از اخذ اعترافات تلویزیونی علیه متهمان تاکید کرده بود. دولت فرانسه هم به صورت مشخص اعدام آقای زم را عملی وحشیانه توصیف کرده و تاکید کرده بود که نقض فاحش آزادی بیان در ایران را قویا محکوم می‌کند. تاریا کرونبرگ، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم و همچنین عضو پیشین کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا از کوپنهاگ دانمارک با ما هستند. خانم کرونبرگ، به نظر میاد که اتحادیه اروپا علی‌رغم میلی که برای گسترش روابط و عادی سازی روابط با ایران داره دچار مشکل شده، اینطور فکر نمی‌کنید؟ چیزی که من فکر میکنم این که اتحادیه اروپا به صورت پیوسته علیه مجازات های بدنی و به خصوص اعدام و به ویژه اعدام خبرنگاران، روزنامه نگاران بیانیه صادر کرده و موضعش رو مشخص کرده. غیر از اون، این بحث فراخواندن سفرا که مطرح شد و بحث این گفتگو میزگرد فردا که صحبت شده، این بحث تعویقش هم بوده. یعنی نه اینکه لزوما کنسل شده باشه، لغو شده باشه، ولی بحث تعویق هست. حالا بحث اینه که آیا آمریکایی ها و دوباره به برجام برخواهند گشت، بحث آینده برجام چه خواهد شد، همه این موضوعات هست. اینا موضوعاتی است که اونها هم تاثیر خاص خودش رو بر این شرایط فعلی داره و بنابراین فکر میکنم که اینجا بحث مشکل بین رابطه ایران و اروپا فراتر از صرفا این بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره اعدام هست. اتحادیه اروپا البته که در مورد مسائل حقوق بشری در ایران حساسیت نشون داده، هر از گاهی بیانیه صادر کرده، ولی بسیاری میگن که این حساسیت به اندازه مسائل دیگه مثل مسائل موشکی یا حضور منطقه‌ای ایران نیست. آیا زمان اون نرسیده که اتحادیه اروپا مسائل حقوق بشری رو در ایران به اندازه سایر مسائل اهمیت بده بهش؟
فکر میکنم همواره بحث یک انتخاب سیاسی باشه و اتحادیه اروپا اولویت رو به بحث هسته‌ای داده و اینکه ایران سلاح هسته‌ای تولید نکنه. بنابراین شاید این تا حدی بحث حقوق بشر رو پس زده باشه. اما وقتی که من در پارلمان اروپا بودم، ما فعالانه علیه مجازات اعدام فعالیت کردیم و فکر می‌کنم که این وضعیت نرمال و وضعیت عادی نیست. حساسیت‌ها رو باید در چارچوب وضعیت سیاسی ببینیم که این رو در نهایت تعیین می‌کنه. وقتی که حرف از فشار بر ایران میشه، اتحادیه اروپا مثلا وقتی با وزارت خارجه ایران صحبت میکنه، وزیر خارجه میگه که به دلیل تفکیک قوا اونها کنترلی بر دستگاه قضایی ندارند. اتحادیه اروپا و نهادهایی که مسائل حقوق بشر در ایران براشون مهم هست، راهی دارن برای این که ارتباط برقرار کنن با بخش انتصابی، غیر انتخابی و غیر دیپلماتیک ایران؟ Well, the thing of it is that foreign ministries of the European countries. بحث اینه که وزارتخانه‌های خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دولت‌ها و وزارت‌های خارجه دیگر کشورها سر و کار دارند. طبیعتاً قوه قضاییه ایران به صورت مستقیم زیر نظر رهبر این کشور هست. بنابراین یه خورده سخته که با اونها بشه کارو صحبت کرد. من فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا میتونه طبیعتاً صحبت کنه، ولی خب سوال اصلی اینه که شما در نهایت با دولت‌ها صحبت می‌کنید، با وزارت خارجه صحبت می‌کنه و در این مورد با دولت ایران صحبت می‌کنید. اتحادیه اروپا روابط اقتصادی چندانی فعلاً با ایران نداره به دلیل تحریم‌های متعددی که هست. چه اهرمی در دست اتحادیه اروپا هست به خاطر اینکه بر ایران فشار بیاره؟ Well, the European Union came into a great problem. Like اتحادیه اروپا با مشکل بزرگ الان مواجه، شبیه مشکلی که با روسیه و چین و دیگر شرکای برجام، اعضای برجام دارن. برای اینکه اتحادیه اروپا، ببخشید آمریکا، بیشتر کشورها و کمپانی‌ها، شرکت‌ها رو از معامله کردن با ایران برحذر داشته و مانع شده. و خب اتحادیه اروپا سعی کرده که این مکانیزم موسوم به اینستکس رو به عنوان یک کانال ارتباطی بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها برای برقراری تجارت خارج از محدوده تحریم‌های آمریکا برقرار کنه، از جمله برای معاملات به اصطلاح انسان دوستانه، بحث غذا و دارو و اینها. خب طبیعتاً جای تأسفه که در حال حاضر این فوروم، این نشستی که قرار بود فردا برگزار بشه، به تعویق افتاده. از طریق اینستکس میشد یا میشه که سعی کرد وضعیت رو با ایران بهبود کرد تا این کانال‌های تجارتی رو دوباره باز کرد. منظورتون این هست که این کانال‌های تجارتی اگر باز بشه، بعداً تبدیل به اهرمی علیه جمهوری اسلامی خواهد شد؟ No, I think the instex is. نه، من فکر میکنم که اینستکس یک جور کانال تجارتی باشه و ایده پشت اون این باشه که اجازه بده که معامله ها بتونن، تبادل ها بتونن تحریم های آمریکا رو دور بزنن. طبیعتاً از زمانی که از اونجایی که برجام قول یک کانال ارتباطی و کانال تجاری با ایران رو داده بود، قول عادی سازی روابط تجاری با ایران رو داده بود و قول برداشته شدن تحریم‌ها رو داده بود، طبیعتاً خروج آمریکا از برجام این مشکل رو ایجاد کرد و این یک بخشی از مشکل بوده. یعنی اهرم حقوق بشری میتونه در یک چارچوب دیگری مطرح بشه، بخشی از اینستکس نیست. ممنونم از تاریا کرامبرگ، پژوهشگر مرکز تحقیقات صلح بین الملل در استکهلم، سوئد. محسن بهزاد کریمی، خبرنگار حوزه اتحادیه اروپا هم با ما هستن. آقای بهزاد کریمی، یک نشست اقتصادی که قرار بود فردا برگزار بشه لغو شده. از نظر شما کشورهای اروپایی دارن موضوع رو جدیتر از آنچه که تصور میرفت میگیرند؟
با درود و وقت بخیر. برخلاف مهمان قبلی شما، من فکر میکنم یک اتفاق بسیار خجسته و میمونی رخ داده، چرا اینکه سیاست‌های اروپا در مقابل جمهوری اسلامی وارد یک فاز تازه‌ای شده. ما دیگه اون سیاست حبیج و چماق رو از این به بعد احتمالاً دنبال نخواهیم کرد و وارد فاز تازه‌ای خواهیم شد. مهمان محترم شما و مدتی از حضورشون در پارلمان اروپا میگذره و احتمالاً آپدیت و بروز نیستن در رابطه با این استکس، چرا که پیش شرط های این استکس و در کل در تمامیت اون چیزی که اتحادیه اروپا خودش با اون تعریف میکنه بر پایه دموکراسی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانونه. بنابراین من فکر میکنم وارد یک فاز تازه‌ای شدیم، هرچند موضوعی مثل روح الله زم با حاشیه‌هایی که در اطراف خودش و آمد نیوز داشت و بسیار بزرگتر از در مقیاس ریشتر خیلی بزرگتر از اتفاقی است که افتاده الان، اما من فکر می‌کنم بهانه‌ای بود برای ورود به این فاز جدید که خوشبختانه این اتفاق افتاد. هرچند همگی از اعدام یک فرد متاسف هستند، ولی در باب سیاست خارجی در مقابل ایران من فکر می‌کنم خیلی از اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا خوشنودن که بالاخره یک ایستادگی محکمی در مقابل جمهوری اسلامی صورت گرفته. از مهمان قبلی هم پرسیدم، از شما هم همین رو میپرسم، اتحادیه اروپا بر فرض اینکه جدی هم باشه، به قول شما وارد یک فاز دیگه هم بشه در رابطه خودش با جمهوری اسلامی، چه ابزاری برای فشار وارد کردن داره؟ ببینید، ابزار فشار همون کانالی که ایشون فرمودن، اینستکس. یا ایران وابسته است از لحاظ تجاری و از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی به کشورهای اروپایی، علل خصوص به کشوری مثل آلمان و فرانسه. ایران از دست دادن این کشورها در عرصه بین الملل تاب نخواهد آورد. جمهوری اسلامی توان نداشتن چپهای اروپا رو در کنار خودش نداره. در طول سالیان سال لابی های جمهوری اسلامی، لابی های دموکرات های آمریکا و لابی هایی که از طرف گروه نایک در اروپا فعال بودند، همواره سعی کردن نماینده های پارلمان رو، در بخش اعظمی از نماینده ها رو همسو کنن با سیاست های جمهوری اسلامی و سیاست های دولت آقای روحانی و تیم آقای ظریف. وقتی این خلأ ایجاد بشه و بر پایه اهرم های حقوق بشری که موجود هست، ببینید هفته پیش دو عضو خود اتحادیه اروپا یعنی مجارستان و لهستان بر پایه رعایت نکردن حاکمیت قانون و موازین دموکراسی دچار مشکل شدن. این اتحادیه خودش رو بر پایه حاکمیت قانون تعریف کرده، بر پایه دموکراسی تعریف کرده، نمیتواند روابطی با یک کشوری که ناقض فاحش حقوق بشر هستش و گروگانگیره و به طور مستمر در فعالیت‌های تروریستی چه در منطقه و چه در خاک اروپا دست داره، به طور مستقیم و بدون بی‌پرده معامله کنه. ما الان دادگاه آقای اسدی رو داریم در بلژیک، همینطور کیس آقای حمید نوری رو در استکهلم داریم، در سوئد داریم، کیس آقای جلالی رو داریم. جمهوری اسلامی جبهه‌های متفاوتی رو برای خودش باز کرده، عمدن یا سهواً، که تاب و توان مقابله با در تمام این جبهه ها رو با اروپا لااقل نداره. آیه بهزاد کریمی، شما اشاره کردید که اتحادیه اروپا بر پایه یک سری از ارزش ها استواره که دموکراسی و حکومت قانون جز اون هاست، ولی خب در خیلی از موارد اتحادیه اروپا به دنبال منافع هم بوده، با کشورهای متعدد اینها رابطه دارن که این کشورها روابط کارنامه درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارن. ببینید، مسئله همینجاست. همه ما میدونیم که سیاست در عرصه بین الملل و در کل سیاست مفهومی که در خودش داره، یعنی در درجه اول منافع ملی و بعد درون جوامع منافع حزبی و درون احزاب منافع فردی. بنابراین انتظار نمیره، هیچ کسی اینجا دایه مهربان تر از مادر نیست، ولی اتحادیه اروپا بر پایه آن موازین بین المللی که خودش رو بهش متعهد میدونه، در چارچوب مشخصی حتی با اون رژیم هایی که شما نام میبرید از جمله جمهوری اسلامی گام برمیداره، چه در ابعاد تجاری و چه در ابعاد سیاسی. نه بهزاد کریمی، اینی که شما گفتید رابطه ایران و اروپا بعد از آنچه که دیروز رخ داده وارد یک مرحله جدید میشه، مشخصا منظورتون چی هست؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما یک چیز خیلی
جدیدی رو داریم میبینیم. در اونجوری که انگلیسی ها میگن یعنی unprecedented scale، یعنی این اتفاقی که افتاد اینجا قبلا رخ نداده بود، لااقل از 2015 تا امروز چنان برخوردی در روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا ما به این سنگینی نداشتیم. این فقط به مختص کیس های روح الله زم نیست، این یک فشاریه که به قولی معروف بیلداپ جمع شده روی هم دیگه در توی این چند در طی چند ماه گذشته. همونجوری که گفتم دادگاهی که در بلژیک برقرار برای آقای اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی، کیس آقای حمید نوری قاضی کمیته اعدام در بروکسل ببخشید در استکهلم، و همینطور دو ملیت هایی که در زندان هستن از جمله آقای جلالی و 10-11 نفر دیگه از ملیت های آلمانی و فرانسوی از جمله در میان اینها هستن. تمام اینها فشار رو دوچندان کرده و ما رو به امروز به اینجا رسونده. از یک طرف دیگه آن چیزی که ما در بروکسل میشنویم سیاست های جدیدی هستش که توسط حتی لابی های دموکرات و نزدیک به دولت آقای بایدن و نزدیک به دولت آقای اوباما که از قبل در بروکسل بودن این سیاست گذاری های جدیدی رو دارن. مثلا مسئله حقوق زنان رو به عنوان یک اهرم دیپلماسی با ایران دارن مطرح میکنن در کارنگی یوروپ. این یک بحثی که تازه به جریان افتاده و مسئله حقوق زنان میبینید کانال های حقوق بشری گام بعدیه. من میگم اون سیاست هویج و چماق کنار گذاشته شده، ما ورای اون معاملات اتمی و اون برجام هستیم، الان وارد فاز تازه شدیم که در این فاز تازه اهرم حقوق بشر و علل خصوص حقوق زنان و زندانیان سیاسی و اعدام در رأس اجندا قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی در یک فاز تازه‌ای قرار خواهد گرفت و باید بتونه به قولی سر میز مذاکره بیاد و بتونه، آقای ظریف نمیتونه ادامه بده با اینکه من مسئول نیستم، من مسئول وزارت خارجه ام و تفکیک قوا هستش، نه بله. ایران دلیگیشن در پارلمان اروپا، اون کمیته که ما برای روابط با ایران در پارلمان اروپا داریم، در تمام سطوح از اینتر پارلمنتری گرفته در بین مجالس در رابطه با دادگستری در سطوح مختلف اینا ارتباط دارن و این واقعا یه شوخیه که بگیم فقط از جایگاه سیاست خارجه با هم دیگه مراوده دارن دو کشور، اتحادیه و ایران. ممنونم از محسن بهزاد کریمی، خبرنگار حوزه اتحادیه اروپا. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، هم از تورنتو کانادا با ما هستن. آقای نامور حقیقی، ساعتی پیش وزارت خارجه فرانسه یک بار دیگه آنچه که دیروز اتفاق افتاده رو، اعدام روح الله زم رو، عملی وحشیانه توصیف کرد. این اعدام به نظر میاد که کاسه صبر بسیاری رو لبریز کرده. در چنین شرایطی که ایران میدونه مشکلات زیادی باهاش دست به گریبان هست، چرا حاکمیت رفت به سمت این که اعدام رو عملی بکنه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب میدونید مسئله کلیدی این هست که اگر جریانات بعد از انتخاب آقای ترامپ رو بررسی کنید، یک جریان غالبی بیرون دولت نظرش این هست که امکان توافق و بهبود روابط یا امکان بازگشت آمریکا به برجام رو حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بندازه و آقای روحانی نتونه از این مزایا بهره مند بشه و پورتری دولتش رو درست کنه و نشون بده که عمده مشکلاتی که به وجود اومده در طول این چند سال بیش از این که مربوط به مدیریت داخلی باشه مربوط به مسئله تحریم ها بوده. بنابراین شما هم در مورد بودجه میبینید این رقم رو که اونها مخالفت کردن با رقمی که آقای روحانی به عنوان تولید محصول نفت است و میگن باید بیاد سمت مالیات و ممکنه تن کلیات بودجه رو رد کنن. و هم در حوزه قضایی شما نگاه کنید، بعد از آقای ترامپ شما دو تا حکم اعدام دارید که دو تا حکم اعدام دو تا شهروند اروپایی است که قطعا کسانی که حکم رو صادر میکنن از این موضوع اطلاع دارن که این یک واکنش دیپلماتیک، واکنش تو افکار عمومی ایجاد میکنه و طبیعتاً با توجه به اون واکنش ها این حکم رو صادر کردن. چون اگر اینقدر این اطلاع رو نداشته باشن، یعنی اینقدر توجه نداشته باشن که خب از اصول اولیه مدیریت هم هیچی نمیدونن و جداست، ولی به نظر میرسه کاملا اطلاع داشتن. در مورد آقای جلالی
خب اروپایی ها خب لابی سنگین تری کردن و آقای ظریف خب سعی کرد لابی کنه، ولی به نظر می رسه در مورد آقای زم اروپایی ها حداقل بخش دیپلماتیک اروپا خیلی لابی نکردن بعد از که حتی حکم اعدامی صادر شد، و در این حال اونهایی هم که این کار کردن به نظر من به طور جدی میخوان، میدونستن که روز دوشنبه فروم بیزنس هست و این فروم رو در حقیقت بردن توی هوا. یعنی اگر فروم برگزار میشد اونا میگفتن خیلی خوب ما میتونیم ادامه بدیم، و اگر برگزار نشد در حقیقت دولت دچار اختلال میشه، اونم در موقعیتی که اروپایی ها به هر حال نقش کلیدی دارن در این که بتونن یک پروتکلی رو ایجاد کنن که بایدن برگرده برجام با کمترین هزینه. خب آقای نامور حقیقی، این گروه های تندرویی که دولت رو اینطوری در محضوریت قرار میدن، آیا حواسشون به این هم هست که در مجموع ایران با مشکلات زیادی داره دست و پنجه نرم میکنه و این تنش ها موقعیت رو بسیار بدتر از گذشته میکنه، حتی برفرض اینکه اونها بتونن دولتی رو هم در اختیار خودشون بگیرند باید بسیار بیشتر از گذشته تلاش بکنن اگر چیزی باقی بمونه؟ ببینید ما الان دو تا چالش جدی داریم که به هر حال اطلاعاتمون یه مقدار دقیق نیست. یکی چالش جانشینیه که به هر حال میتونه اتفاق بیفته، و یکی هم مسئله انتخابات ریاست جمهوری هست، و یکی هم نوع تنظیم رابطه با آمریکا. در هر ستای این موضوعات به طور جدی یک جناحی میخواد جناح دیگر رو به حاشیه برونه، یعنی به هر حال در این بازی نمیخوان جناح اصلاح طلبها که عملا بیرون بلوک قدرتن، جناح اقتدار یعنی دولت روحانی هم سهمی از جریان ببره. بنابراین میدونن که وضعیت اقتصادی تخریب شده است، مسئله کرونا هست، مشکلات جدی هست، ولی فکر میکنن که در چند ماه آینده، چون تا انتخابات ریاست جمهوری چند ماه بیشتر نمونده، خرداد ماه، سه ماه هست، چهار ماه هست، اقتصاد ایران کشش تداومی وضعیت رو داره، و در این حال میخوان نشون بدن که همونجوری که آقای ظریف گفت پیام دادن که باید با ما مذاکره کنید، یعنی طرف مذاکرتون ما باید باشیم. اون تخریب در حقیقت داره میخواد نشون بده که کشتیبان را سیاست دیگر اومده، این جناهای حاشیه اینا حذف خواهند شد، و اگر غرب میخواد گفتگو کنه باید با این جناح گفتگو کنه، و در این حال اونا معتقدن وقتی که قدرت رو دست بگیرن با یک ترنهایی میتونن بازی رو عوض کنن. شما این سیاست پاندولی رو در دوره آقای احمدی نژاد هم دیدید. آقای احمدی نژاد در 78 سیاستش این بود که حتی نامه اوباما هم که داده بودن به آقای خامنه ای در جلسه‌ای که آقای آقازاده تعریف میکنه، میگه که به هیچ عنوان ما نباید جواب بدیم یا جواب تند باید بدیم، ولی خودش مهر 88 موقعی که تغییر میکنه آقای جلیلی وادار میکنه که اورانیوم غنی شده رو پیشنهاد بده که بفرستن به روسیه. بنابراین این وضعیت هست. اونا تجربه اروپا هم دارن. شما نگاه کنید اروپا در برخلاف چیزی که آقای کریم میگفت، اروپا در سال 76 تمام سفراشو فراخوند خاطر مسئله میکونوس، یعنی ایران سفیر نداشت و کلن اروپایی تمام سفراشون رو برگردوندن به کشور خودشون، رابط تغییر کرد، ولی حضور آقای خاتمی و حتی خبر از حمله به ایران بود، حضور آقای خاتمی بود که بازی رو تغییر داد. الان اینها معتقدن که هر حرکتی به نفع جناح مقابل میتونه کنترل بازی رو از دست بده. اونا معتقدن مجلس رو گرفتن، ریاست جمهوری رو بگیرن، اون موقع وقتی قدرت یک پارچه هست با کارتایی که ایران داره در مورد حوزه منطقه‌ای و حوزه هسته‌ای امکان چانه‌زنی رو انجام خواهد داد، و چون غربی ها آمریکا هم وارد این چانه‌زنی خواهد شد، نمیخواد بازی با ریسک بزرگ بره، اروپایی هم نمیخوان وارد درگیری و جنگ بشن، بنابراین اونا معتقدن حقوق بشر در پایین لیست اونهاست، حقوق بشر رو مطرح نخواهند کرد. باید ببینیم که وقتمون خیلی کم آقای نامورحقی، در حدود یه دقیقه و خورده ای، پس با این حساب ممکنه که اعدام های بیشتری داشته باشی، منظورتون اینه؟ ببینید فعال شدن اعدام ها یا دستگیری افراد یا پولاریزه کردن سیاسی داخلی چند تا پیام داره. پیام اولش این هست که این که بخشی از جناهای داخلی فکر کنن با روی کار اومدن آقای بایدن امکان بهبود شرایط ایجاد میشه و میتونن اونها بخشی از بلوک قدرت رو به دست بیارن در انتخابات ریاست، در انتخابات ریاست جمهوری امکان ناپذیره. دوم اینکه اونها میخوان بگن که این تصور که میشه با کارت مثلا کارت بازی خارجی
در بازی داخلی سهم به دست آورد اونم غیر ممکنه. سوم هم این که اونا تصویری که دارن برای آینده جانشینی در ایران معتقدن که این تئوری که اصلاح طلبا میگن که اگر مشارکت بره بالا امنیت ایران میره بالا این نیست، اون چیزی که مشارکت میبره بالا اینه که بلوک قدرت منسجم باشه، بتونه وضعیت رو سامان بده و بتونه کارتاشو خوب بازی کنه. بنابراین اگر بخوان با این تئوری برن جلو، طبیعتاً اینی که اجازه ندن که اروپایی‌ها خیلی رابطه رو بخوان درست کنن، دوم اون مسببه مجلس رو بخوان پیگیری کنن، دولت روحانی رو که نمیخواد اون اجرا کنه بذارن تحت فشار که مجبور بشه که با آژانس درگیر بشه، و سوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری عملاً در اون فضا شانس کمی برای جناح‌های مخالف باشه و عملاً هم مشارکت بیاد پایین ولی با کاندیدای اونا برنده بشه. با این سه مجموعه خب میرن به سمت اینی که بعدش اون موقع فکر میکنن که میتونن یک موقعیت جدیدی رو برای معامله خارجی به دست بیارن. ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما. در ایران دو فعال حقوق زنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. دادگاه انقلاب تهران نجمه واحدی و هدا امید را به ترتیب به 7 و 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی محکوم کرده. این دو نفر که برای آگاهی بخشی به زنان کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد برپا می‌کردند، 2 سال پیش هم بازداشت شده بودند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. نجمه واحدی و هدا امید هر دو فعال حقوق زنان در کارگاه‌های آموزشی با موضوع شروط ضمن عقد به زنان آموزش می‌دادند. آموزش‌هایی برای آگاهی بخشی درباره حقوق برابر زنان با مردان. کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد نه به صورت پنهانی بلکه به صورت رسمی برگزار می‌شد. گفته شده که اتهام آنها همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده، پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده برای براندازی است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر خواهی است. نجمه واحدی دانش آموخته رشته جامعه شناسی است. در رشته مطالعات زنان کارشناسی ارشد دارد و تمرکز او بر ارزشمند شمردن کار خانگی زنان است. او به 7 سال زندان و 2 سال محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی محکوم شده. هدا امید وکیل دادگستری است. او به 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. سازمان اطلاعات سپاه شهریور 97 این دو فعال حقوق زنان را بازداشت کرده بود. آنها را چند ماه در بند 2 الف زندان اوین نگه داشتند. اما شروط ضمن عقد چیست؟ مهمترین آنها حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق طلاق، حق انتخاب محل سکونت و حق حضانت فرزندان در صورت طلاق است. این شروط را حتی چند سال بعد از عقد هم می شود در عقدنامه اضافه کرد. شروط ضمن عقد ریشه در قانون دارد. قانون مدنی در ماده 11-19 به زوجین اختیار داده تا بتوانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد ضمن عقد ثبت کنند. پس چرا حکومت تا این حد با این شروط مخالف است؟ شروط ضمن عقد را دارن نسبت بهش سختگیری میکنن، در حالی که شروط ضمن عقد شروطی است که کاملا اسلامی است و هر زنی این حق رو داره که این شروط رو به مردی که میخواد باش ازدواج کنه یا حتی ازدواج کرده پیشنهاد بکنه و اگر اون مرد امضا کرد اون شرط عین قانون لازم الاجراست. اما متاسفانه شنیده شده و دیده شده از زمانی که آقای رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه قرار گرفتند نسبت به زنانی که شروط ضمن عقد دارند یا نسبت به زنانی که دنبال شروط ضمن عقد میرن سختگیری میشه. من تصور میکنم علت این سختگیری بالا رفتن نرخ طلاق در ایرانه و از اونجایی که این نظام سیاسی حقوقی معمولاً ریشه یابی نمی‌کنه این علت‌ها رو و کارهای فرهنگی نمی‌کنه و از نظر اقتصادی هم که وضع بسیار نامناسب هست داره مثل همیشه صورت مسئله رو زیر سوال می‌بره. این نخستین بار نیست که فعالان حقوق زنان برای آگاهی بخشیدن درباره حقوق برابر به حبس‌های طولانی با اتهام‌های امنیتی محکوم می‌شوند. اما به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی، فعالان زن به تلاش خود برای پیگیری حقوق زنان و پیشبرد مطالباتشان ادامه دادند.
ممنونم از فرین عاصمی. پروین اردلان فعال اجتماعی از مالمو سوئد با ما هستن. خانم اردلان، چرا با افراد اینطور برخورد شده، در حالی که در گزارش هم به خوبی توضیح داده شد که تمام کار اونها در چارچوب‌های قانونی و حتی شرعی بوده که در ایران جریان داره؟ بله، همونطور که در گزارش هم عنوان شد، در واقع شاید بشه گفت طنز قضیه هم در همین هست، چون پیش از این و همیشه ما داریم همیشه میگیم که اون چیزی که در ضد زنان عمل میکنه در قوانین تبعیض‌آمیز، نه تنها در قانون که در شرع مستقر در قانون هم وجود داره. و حالا ما میبینیم که در این مورد حتی با وجود اینکه شرع هم پذیرفته همچین شروطی رو و طبق اون اصلا میبینیم که حتی این شروط هم زیر پا گذاشته میشه. خب این به نظر من در واقع نشون میده که یک جور قانون در قانون تبعیض‌آمیز وضع کردن مجدده و این به یه نوعی دوباره نشون میده که همونطور که خانم کارم تو صحبتشون فرمودن که جور دیگه ای دارن مشکل رو در جای دیگر دیدنه. به یه نوعی میشه گفت دامنه مقاومت و دامنه خواسته های زنان داره به شدت گسترش پیدا میکنه و این دو فعال حقوق زنان تنها فعالان نیستن که همونطور که گفتیم حکم سنگین گرفتن، خیلی ها در زندانن، خیلی ها زیر حکم زندان هستن، خیلی ها همچنان در انتظارن و خیلی ها به این جمع گسترده اضافه خواهند شد. خب این در واقع داره نشون میده که هرچی که این دامنه داره گسترش بیشتر پیدا میکنه، به همون شکلت هم شدت داره بالا میره، شدت فشار بالا میره و متاسفانه چیزی که در واقع داره نشون داده میشه اینه که در مقابل این مقاومت گسترده چنین ابزار فشاری به کار بردن در واقع جوابگو نخواهد بود، نه به حاکمیت و نه به جامعه مرسالان. وقتی این اتفاقا داره میفته، تا چه اندازه میشه امیدوار بود که در چهارچوب نظام حقوقی و حتی شرعی که در ایران هست تغییر ایجاد کرد؟ خیلی از زنها نظرشون این بوده که از همین فضایی که هست میشه استفاده کرد. بله، خود من هم جز به فعالان کمپین اکمل امضا بودم که برای تغییر قوانین تلاش میکردیم و ولی در حال حاضر میبینیم که این قوانین مدام دارن به درهای بنبست برخورد میکنن. شما در مورد این دو تا فعال ببینید، در زمانی که ما صحبتشون میکردیم برای تغییر قوانین، زمانی بودش که حتی صحبت کردن از تغییر قوانین یه تغییر ساختاریه که در با نظام سیاسی میتونه برخورد بکنه و میتونه جرمهای سنگین در واقع برای ما داشته باشه، که در اون زمان هم ما میگفتیم که این خواسته تغییر جرم نیست. ولی در حال حاضر میبینیم که این یک قدم به عقب برگشته، یعنی حتی در بحثی که در رابطه با شروط ضمن عقد داره این اتفاق میفته و این به یه نوعی نشون میده که این در واقع تلاش برای این تغییر چنان به این راحتی ممکن نخواهد. من فکر میکنم یک بحث اصلی که در واقع در تمام این موارد وجود داره، در کل قوانین وجود داره و همین بحث ریاست مرد، مالکیت مرد و مالکیت پدر و جد پدری، یعنی اون چیزی که رکن اساسی این قوانین و شالوده اونها رو تشکیل میده متکی به اینه و این تنها مربوط به البته به خانواده محور بودن نیست، به این مربوط به اینه که هم دولت هم قانون هم سنت هم فرهنگی که میخواد که این فرهنگ اسلامی رو باز تولید بکنه، همه اینها در این رده قرار گرفتن و شما وقتی میخواین دست به هر گوشه این تغییر بزنین، مدام باید با ایستادگی و مقاومت از طرف حکومت روبرو بشین. به همین خاطره که تا زمانی که به این شکل به چرخه امید چندانی وجود نداره، ولی چیزی که وجود داره اینه که به رغم این فشارهای گسترده‌ای که وجود داره و به رغم این حکمای خیلی سنگینی که الان فعالا دارن میگیرن، میبینید که اصلا کوتاه نمیان، تعدادشون بیشتر میشه، در حوزه‌های مختلف زنها دارن به شکل‌های مختلف وارد میشن. تنها فقط الان زمان فضا حقوق زنان نیست یا فقط حوزه دانشجویی نیست، شما ببینید رنگارنگی و تنوع زنان با صداهای مختلفشون مدام داره افزایش پیدا میکنه و این در واقع نشون میده که
با همه این شدت‌ها و فشارهای اتفاق وجود داره و میاد، ولی متاسفانه تغییر در قوانین با این شکل شیوهی که وجود داره، چون این رکنای اصلی همچنان وجود دارن، به نظر من به این راحتی امکان پذیر. خانم اردلان، وقتی نگاه میکنیم به آنچه که در ایران اتفاق میفته، موارد نقض قانون یا حالا شریعت یکی دوتا نیست، کم نیست، خیلی پیش میاد، ولی چرا وقتی پای مسئله حق و حقوق زنان یا مسائل مرتبط با زنان مطرح میشه حساسیت ها خیلی زیاد میشه؟ ایدئولوژی حاکم تمام تلاشش بر حفظ نظم موجوده و به نظر من زنان کسانی هستن که این نظم رو برهم میزنن. به خاطر همین هم هستش که از اول انقلاب تو این 40 ساله مختلف، سال گوناگونی که ما تا حالا داشتیم، مدام فشارهایی که مختلفی بر زنان بوده، تو درس‌های اقتصادی، درس‌های سیاسی، درس‌های فرهنگی، حوزه‌های قانونی، تمام اینها، یعنی اینکه این زنها باید کنترل بشن. جایی که ایدئولوژی حاکم بر کنترل زنان وجود داره و در شکل‌های مختلف آموزشیش، خانواده، نمیدونم قانون، تو تمام اینها وقتی مستتر هست، خب بنابراین وقتی شما شروع میکنین به اعتراض کردن و برای تغییر تلاش میکنین، به عنوان کسایی هستین که برهم زننده این نظم هستین و به همین دلیل هم هستش که شدت عمل بر شماها، بر زنانی که در واقع این نظم رو برهم میزنن، به نظر من به شدت عمل میکنه، چون اون ناموس مرد سالارانه حاکمیت رو زیر سوال میبره به خاطر اینکه نمیتونه حفظش بکنه، برای همین هم مجبوره که علیه شرکت بکنه. ممنونم از پروین اردلان، فعال اجتماعی در مالمو سوئد. مرسی، ممنون. در همایش جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، سران کشورهایی که بیشترین سهم را در این بحران دارند وعده دادند که چطور در سال و سالهای آینده آلودگی کربنی را کاهش میدن و به طرف یک اقتصاد سبز حرکت میکنند. ولی خیلی از کشورهای اصلی آلاینده جو زمین غایب بودند. آنطور که سیاوش اردلان گزارش میداد، حس امیدواری زیاد است، ولی این نگرانی وجود دارد که وعده های داده شده کافی نباشد و هم اینکه وعده ها عملی نشوند. از زرق و برق یک کنفرانس جهانی برای نجات زمین اینجا خبری نیست. اصلاً اینجایی در کار نیست. اجلاس مبارزه با تغییرات اقلیمی سازمان ملل تماماً آنلاین برگزار شد. فقط سران کشورهایی که قول دادند برای مهار تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن زمین گام‌های بزرگ بردارند دعوت شدند. بیش از 70 کشور به میدان آمدند. از جمله بازیگران مهمی مثل چین، اتحادیه اروپا، هند و ژاپن. کلیپ های کوتاه از طرف رهبران هر کشور با آرمان های بلند. چین متعهد می شود که تا سال 2030 برای هر واحد اقتصادی از رشد ناخالص داخلی 65% از آلودگی کربنی خود کم کند. ما با بهره گرفتن از دانش روز، ضمن ایجاد یک انقلاب صنعتی سبز در داخل، تأمین مالی کلیه پروژه های سوخت فسیلی در خارج را متوقف می کنیم. آنچه ما نیاز داریم راهبردی برای رساندن آلودگی کربن به صفر است. ما فرهنگسازی درباره تغییرات اقلیمی را در کانون تدریس های دینی خود قرار خواهیم داد. همه از خطراتی که کشور آنها و کره زمین به خاطر گرمتر شدن و تغییرات اقلیمی با آنها روبروس گفتند و اینکه چگونه سهم خود را با کم کردن از آلودگی کربنی ایفا خواهند کرد. با اینکه وعده ها امید بخش بودند، از بازیگران مهم دیگری مثل روسیه، عربستان، برزیل و استرالیا خبری نبود. رهبران این کشورها معتقدند به نفع آنها نیست که برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی کار خاراشکافی کنند. دولت آمریکا هم غایب اصلی بود، ولی همه چشم به راه دولت منتخب جو بایدن هستند که از توان بی‌نظیر آمریکا برای قوت دادن به این کارزار بهره ببرد. آنگونه که حضور آمریکا 5 سال پیش قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ توافق پاریس را ممکن کرد. پیش از توافق جهانی پاریس، دنیا به سمت 5 تا 6 درجه سانتیگراد افزایش حرارت تا آخر این قرن حرکت می‌کرد. اما حالا پیشبینی این است که افزایش حرارت 3 درجه سانتیگراد باشد، اگر همه وعده ها عملی شوند. ولی 3 درجه افزایش حرارت ذاتاً خبر خوبی نیست. به قول دبیر کل سازمان ملل، یک فاجعه بشری است.
از این روز که فعالان اقلیمی میگویند تبریک گفتن بابت وعده‌های داده شده خودفریبی است و قرار نیست کاری کارستان انجام گیرد. همه میدانند که کارهای بزرگ با گام‌های کوچک شروع می‌شود. اما در اجلاس تغییرات اقلیمی این احساس همیشه و همه جا سایه افکنده که گام‌های کوچک برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ کافی نیست. همکارم سیاوش اردلان اینجا با من. در گزارش گفتی که قرار نیست کاری بشود کارستان. نتیجه این نشست ها و اجلاس چی بوده؟ میخوام عبارت کلیشه‌ای ترکیبی از بیم و امید رو به کار نبرم، ولی همین الان به کار بردم. واقعا هم همین بود. گام های خوبی در مسیر درستی برداشته شد، ولی این کافی نیست. برای هر تعهدی که شما میبینید کشورهای مختلف در طی این دو روز دادند، ارقام نجومی از میزان گازهای گلخانه‌ای که میخوان منتشر نکنند، از میزان انرژی‌های پاکی که میخوان توسعه بدن، در مقابل هر کدوم از این ارقام شما یک خلأ خیلی بزرگتری رو میبینید از فاصله بین واقعیت‌ها و آرمان‌ها. مثلا کشوری مثل چین که تعهداتش خیره کننده بود، وعده داد که تا 10 سال دیگه ظرفیت برق خودش رو که از طریق انرژی های پاک تامین میشن 2 برابر خواهد کرد. همین الان ظرفیت برقی که چین از راه انرژی بادی و خورشیدی تامین میکنه 5 تا 6 برابر کل ظرفیت برقی هست که در ایران تولید میشه به عنوان مثال. ولی در عین حال میزان زغال سنگی که چین میسوزونه و دیوکسید کربن و متانی که از اون طریق وارد هوا میشه خودش چندین برابر اقتصاد ایرانه. یا مثلا اتحادیه اروپا، شما فرض کنید که گفتن تا 10 سال آینده نزدیک به 1200 میلیارد یورو خرج اقتصاد پسا کرونایی میکنن که 30%ش صرف مبارزه با تغییرات اقلیمی میشه. اما در این حال همین اتحادیه اروپا میبینید که تا بخواد به مرحله کربن صفر برسه بازم میلیاردها تن بیشتر گاز گلخانه‌ای وارد هوا کرد. بنابراین گام‌های خوبی هستند ولی کافی نیستند. زمانی که توافق پاریس امضا شد حتی به همین گام‌های خوب هم ما امیدوار نبودیم، اما حالا که در 5th anniversary توافق پاریس هستیم موجی از خوشبینی ایجاد شده که گام‌های درست ولو ناکافی داره برداشته میشه. سیاوش، اگر به تصویر بزرگتر نگاه بکنیم، همه این اقدامات به خاطر اینه که زمین گرمتر نشه، جو زمین. اگه هیچ کاری نکنیم 5 6 درجه گرمتر میشه در یک مدت زمان مشخص. هدفی که داشتن توافق پاریس این بوده که 2 درجه سانتیگراد، یعنی این افزایش دما رو به 2 درجه نگه داریم. الان دبیرکل سازمان ملل گفته که اگه اینجوری پیش بره حدود 3 درجه گرم میشه. معنای این ارقام و اعداد چیه؟ یک مثال خیلی ساده‌ای که دانشمندان اکثرا میزنن برای توصیف این که حالا فرق بین 1 درجه افزایش میانگین حرارت در مقیاس سانتیگراد نسبت به انقلاب صنعتی چیه، فرقش با 2 درجه چیه، با 3 درجه چیه. قبل از توافق پاریس میگفتن 5 تا 6 درجه همونطوری که گفتی، حالا بعد از توافق پاریس اگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه 3 درجه، و اگر همه وعده محقق بشه 1.5 درجه که اون حد نصاب امنی هست که کره زمین میتونه ظرفیت پذیرشش رو داشته باشه. شما فرض بکنید که برای یک سکوی ایستادید که این سکوی 1 متر با زمین فاصله داره، اگه شما رو از اینجا هل بدن پایین، اگه احتمالاً سالم باشید اتفاقی برای شما نمیفته. اگه این سکو رو 50 سانت ببرن بالاتر 1.5 متر بشه، فرض بکنید 1.5 درجه سانتیگراد، باز احتمال داره اگه ضعیف و آسیب پذیر باشین، در اینجا مثل یک کشور محروم و آسیب پذیر که مقاوم نیست در برابر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، امکان داره آسیب ببینید. حالا فرض بکنید این سکو 3 متر بشه، اون موقع چه مقدار از آدمهایی که از این سکو پرت میشن میتونن سالم بمونن؟ فرض بکنید حالا به 5 تا 6 متر این سکو برسه. برای همین ما دیگه تو اون خطر 5 یا 6 متر سکویی نیستیم که پرتاب بشیم به پایین، ولی 3 متر برای خودش به اندازه کافی نگران کننده و فاجعه بار میتونه باشه، و فرق هر مقدار درجه سانتیگراد افزایش حرارت میتونه در میلیاردها دلار هزینه فجایع طبیعی و میلیون ها کشته و آواره اقلیمی فرقش و میانگینش این باشه. بسیار ممنونم از سیاوش اردلان. امیدوارم که این ارتفاع کمتر و کمتر و کمتر بشه. و اما کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانتیکت آمریکا با ما هستند.
آقای مدنی، خیلی ها این حرفا رو راجع به تغییرات اقلیمی میشنون، ممکنه بگن که در این شرایط سخت اقتصادی وقتی که راجع به ایران داریم صحبت میکنیم چرا باید نگران تغییرات اقلیمی باشیم؟ مسائل مهمتر و مبتلا بهی داریم که احتمالاً در اولویت قرار میگیرند. بستگی داره این خیلی ها کی باشند. اگر ما منظورمون جامعه هست به طور کل، مردم ایران حق دارن که در شرایطی که، یا مردم کشورهای دیگر در شرایطی که درگیر مسائل روزمره هستن، در شرایطی که مسائل اقتصادی دارن، معیشتشون دچار مشکل فقر و گرسنگی و هزاران مشکل دیگر هست، به آینده فکر نکنن. این طبیعت انسانه. اگه ما درگیر مشکلات باشیم به آینده فکر نمی کنیم، اگر درگیر یک بیماری باشیم خیلی به دراز مدت فکر نمی کنیم. این یک رفتار طبیعی است. اما اگر در مورد سیاستمداران، متخصصان محیط زیست، فعالان محیط زیست صحبت می کنیم، نقش ها متفاوت میشه. برای اینکه ما باید یادآوری بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم برای خطرهای بزرگتر، برای آینده تختر. حتی اگر امروز وضعیت بد است، این وضعیت میتواند بدتر بشود. اما وقتی صحبت از انگیزه ها میشه، صحبت از عمل میشه، متاسفانه همین است. جوامعی که اقتصادشون دچار مشکل، کمتر به موضوعات درازمدت نظیر موضوعات محیط زیستی از جمله گرمایش زمین میپردازن. و متاسفانه ایران هم همین وضعیت، کرونا هم مزید بر علت شده، یک مشکلی شده که سایه انداخته بر سر مذاکرات تغییرات آب و هوایی، و خب ایران هم مستثنا نیست. اگر به ایران نگاه بکنیم، نه تنها ایران، بعضی دیگر از کشورهای رو به توسعه، اینها در حد زیادی وابسته هستند به سوخت‌های فسیلی، وابسته هستند به درآمدهای نفتی. زمانی در آمریکا میگفتند که اعتیاد به نفت در بسیاری از اقتصادها وجود داره. اگر جهان بخواد به سمت کاهش سوخت‌های فسیلی بره، آیا این کشورها باید نگران باشن؟ قطعا اگر اقتصادشون تنها متکی به نفت باشه، به خصوص اقتصادشون متکی به خام فروشی نفت باشه، میتوانند آسیب پذیر باشن. کشورهای مثل کشورهای اروپایی انگیزه مضاعف داشتن برای اینکه وابستگیشون رو به وابستگی اقتصادشون و تو مسیر توسعهشون رو به نفت فروخته شده توسط کشورهای مثلا خاورمیانه کاهش بدن. رفتن تو بحث در واقع توسعه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کردن، همینطور کشورهای دیگه. ما متاسفانه این داستان در واقع افزایش نیاز ما برای انرژی به این راحتی پایان نخواهد داشت و نفت کالای ارزشمندی باقی خواهد ماند در یک مدت طولانی. به علاوه محصولات پتروشیمی و اینها ارزشمند خواهد بود. اما میبینیم که قیمت نفت در شرایطی که رقابت میکنه با انرژی‌های جایگزین، قیمت بالایی نخواهد بود. یک سیاست کشورهای نفت فروش و اوپک و غیر سازمانهای در واقع این چنینی این بوده که قیمت‌ها رو پایین نگه دارن و شرایط رو مطلوب برای فروش نفت. خب این قطعا به اقتصاد ضربه میزنه، اقتصاد رو ضعیف‌تر میکنه. و اگر کشور این مسیر رو انتخاب کرده باشه و تا ابد بخواد بمونه روش، خب همین داستان‌هایی که می‌بینیم رخ می‌دهد و اقتصاد ما ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. آقای مدنی، شما در ایران کار کردید، کلی هم برای شما دردسرساز شد، با زحمت از اونجا خارج شدید، با سیستم مدیریتی در ایران آشنا هستید. مشکلاتی که این روزها ما در ایران می‌بینیم چقدرش برمیگرده به مثلا تغییرات اقلیمی که ایران چندان در اون نقشی نداره به خاطر اینکه یک مشکل جهانی است، و چقدرش برمیگرده به تصمیم‌های نادرست و ندانم کاری‌هایی که احتمالاً در مدیریت ایران دیده میشه؟ خیلی سخت پاسخ به این سوال که چقدر و چقدر، یعنی از لحاظ ریاضی محاسبه این حتی از لحاظ علمی به این راحتی نیست که ما بخوایم تفکیک بکنیم آثار تغییرات آب و هوایی رو از تغییراتی که روی زمین رخ میده، تغییراتی که در زمینه توسعه، تغییر کاربری اراضی، ساختن سد، جنگ
لنگرخاری و از بین بردن منابع مختلف رخ میده. این آسان نیست. چالشی که ما داریم در دنیای در حال توسعه از جمله ایران اینه که همزمان باید هم فریاد بزنیم و بگیم که باید نگران یک آینده تلخ بود، باید نگران این وضعیت بود و حتی اگر ما نمیتوانیم و نمیخواهیم در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای قدمی برداریم با هر دلیلی که سیستم بهش معتقده، ما باید خودمون رو سازگار بکنیم، حداقل با شرایط جدید خودمون رو سازگار بکنیم. همزمان هم ما باید فریاد بزنیم و بگیم که درسته که یک دشمن خارجی وجود داره در حیطه محیط زیست، اما دشمنان داخلی بسیار پررنگ‌تر بودن و نقش بزرگتری رو بازی کردن و بدون تغییر سیاست‌های ما در حکمرانی آب و محیط زیست کشور ما نمیتوانیم قصر در بریم و وضعیت بدتر میشه. با کرونا مقایسش بکنیم، ویروس کرونا امروز اومده در کشور ما یه سری مشکل ایجاد کرده. ویروس کرونا یک کاتالیزور و شتاب دهنده به مشکلات، نمیتوانیم فرضاً مشکلات درمانی کشور رو، مشکلات بخش بهداشت در واقع بهداشت و درمان رو بیایم همه رو بندازیم گردن کرونا، همونطوری که نمیتونیم همه مشکلات رو بندازیم گردن تحریم ها. اینها عواملی هستن که وضعیت رو بدتر میکنن و گاهی وقتا این شتاب ها میتوانن انقدر در واقع این تسریع کننده ها انقدر میتوانن مؤثر باشن که کشورها رو به فروپاشی ببرن و وسایل آنچنانی براشون ایجاد بکنن. این پدیده ها رو دیدیم، وقایع حدی در بعضی از کشورها در بعضی از موارد تونستن نقش تیر خلاص رو بازی بکنن. بسیار ممنونم از کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل. در ایران با نزدیک شدن شب یلدا، مقام های مسئول درباره دوره همی های این شب و موج جدید شیوع کرونا هشدار دادند. ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد کرده که فعالیت اصناف و تردد از ساعت 6 بعد از ظهر روزهای 20 و 30 آذر ممنوع شود. این ستاد گفته شمار مبتلایان و بیماران مبتلا به کرونا که در بیمارستان های تهران بستری شدند 40% کمتر از ماه قبل بود، اما وضعیت در این شهر همچنان شکننده و ناپایدار است و هر روز بیش از 50 نفر بستری می شوند. کاوه مشکات گزارش می دهد. شب یلدای امسال با سالهای دیگر فرق دارد. شبی که معمولا خانواده ها و دوستان و آشنایان دور هم جمع می شوند. حالا امسال به دلیل کرونا باید از مهمانی های بلندترین شب سال بگذرند. دولت ایران در یک ماه گذشته با مقررات و محدودیت های مختلف تلاش زیادی برای کاهش شمار مبتلایان کرده. ولی وضعیت به گفته مقام های مسئول همچنان شکننده است. سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا گفته برای جلوگیری از دورهمی های شب یلدا پیشنهاد محدودیت های تازه‌ای برای دو روز پایانی ماه آذر داده شده. بحث من تردد و همچنین محدودیت در فعالیت اصناف از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد برای روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 که این دوره مطرح بشه، که ما توجه واقعا نگرانی خیلی جدی وجود داره در ارتباط با این. وزارت بهداشت ایران نسبت به بالا رفتن آمار مبتلایان در ماه‌های دی و بهمن هشدار داده و گفته سرد شدن هوا و دور همی‌ها در آخرین روزهای پاییز می‌تواند وضعیت را دوباره بحرانی کند. شب یلدا می‌تواند قسمت قابل توجهی از زحمات یکی دو ماه اخیر را خدشه‌دار و دچار مشکل کند. ما 51% عوامل انتقالمون در دور همی های خانوادگی است، در دور همی های دوستانه است. اصلا رعایت پروتکل در دور همی خانوادگی یا رفتن رستوران به بیرون شوخی و مسخره است. این روزها همه، چه در ایران و چه در نقاط دیگر جهان، چشم به راه واکسن هستند. مقام های مسئول در ایران هم حرف های مختلفی درباره ساخت و خرید واکسن زدند. حالا رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته ایران به برنامه جهانی کوآکس که هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است، اعلام کرده که واکسن آمریکایی فایزر را نمی‌خواهد. به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 می‌خواد و ما نه هواپیماش رو نه به هر حال حمل و نقلش رو، و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید که چنین در واقع امکانات بسیار سنگین منفی 70 درجه خیلی سنگین جا به جایش با هواپیما. ولی در این حال خود کشور داره دو تا شرکت دارن میسازن از این نوع تولید میکنه که همطور که فرمودید این در حقیقت
دیگه یک ژن درمانی یا یک کد ژنتیکیه که تحویل بدن داده میشه و فرمان صادر میشه که علیه این ویروس به هر حال پاتن ساخته بشه و فرمان سلول دفاع سلولی صادر میشه. پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود این کشور به خاطر تحریم‌های دولت آمریکا امکان نقل و انتقال مالی و خرید واکسن از طریق برنامه کوآکس را ندارد. اما هم آمریکا هم کنسرسیوم کوآکس گفتند که ایران مشکل قانونی برای خرید واکسن ندارد. وزیر بهداشت ایران حالا از تولید واکسن ایرانی تا بهار سال آینده گفته. واکسنی که در چند ماه گذشته بارها حرف از تولید آن شده ولی معلوم نیست چقدر مؤثر باشد. تا بهار 1400 بیش از 3 ماه مانده. 3 ماه سرد زمستان که میتواند وضعیت همگیری کرونا در ایران را پیش از هر زمان دیگری بحرانی کند. کاوه مشکات بود خبرنگار ما. اما باید اضافه بکنم سازمانی که مسئول هماهنگی برای تهیه و توزیع واکسن کرونا از طریق کنسرسیوم بین المللی کوآکس است گفته که تحریم‌های آمریکا مشکل قانونی برای صدور این واکسن به ایران ایجاد نمی‌کند. یک سخنگوی این سازمان به بی بی سی فارسی گفته که دولت آمریکا مجوز لازم برای صدور واکسن به ایران را صادر کرده. همونطور که در گزارش هم شنیدید پیشتر جواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته بودند پرداخت ارز مورد نیاز برای تهیه واکسن کرونا به خاطر تحریم‌های آمریکا با موانع مواجه شده. ممنونم از اینکه بیننده برنامه 60 دقیقه هستید و این برنامه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی bbcpersian.com و همینطور روی کانال یوتیوب ما تماشا کنید و گزیده‌هایی از این برنامه هم بر روی توییتر و همینطور بر روی فیسبوک و اینستاگرام پخش میشه. سپاسگزارم از همراهی شما.